درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به توی که نگران ایرانی و چشمت به ایرانه، اخبار ایران رو دنبال میکنی مثل همه میهن پرستان ایرانی، همه کسانی که آیندهشون براشون مهمه، آینده فرزندانشون براشون مهمه و معنای وطن رو میفهمن. این میهن ثروتمند و زیبامون که باید قدرشو بدونیم. موضوع این برنامه راجع به اعتراضات گسترده‌ای که در استان خوزستان انجام شد هست و یه مقدار خودمون اعتراضات رو مرور میکنیم، بعد هم یه مقدار با شرایط زندگی یا شرایط سخت زندگی که مردم خوزستان دارن تحمل میکنن آشنا میشیم. یه گوشه ایش رو البته خیلی، یعنی واقعا احتیاج هست به یه برنامه چند ساعته به نظر من، برای اینکه دونه دونه ظلم هایی که در حق مردم خوزستان داره میشه رو بخوایم نمایش بدیم. مردم سیستان بلوچستان هم همینطور، واقعا این دو استان جنوبی ایران شاید بیشتر از جاهای دیگه بهشون ظلم میشه، همه جای ایران به مردم ظلم میشه ولی این دو استان واقعا وضعشون اسفباره، بر اساس توجه به اینکه بسیار استان های ثروتمندی هستن. راجع به اونا صحبت میکنیم و یه مقدارم راجع به اینکه این اعتصابات سراسری همچنان در حال گسترشه و همچنان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که این اعتصابات رو سرکوب کنه. خب بریم به سراغ تظاهرات مردم خوزستان و اولین فیلمی که با هم میبینیم راجع به بستن جاده ماهشهر است. این فیلم همه مال دیشبه، این اتفاقات دیشب افتاد. امروز هم در جریان همین الان یه ویدیویی رسید که من اون ویدیو رو آخر این برنامه براتون پخش میکنم. حالا فعلا یکی رو ببینیم. حالیاً الان چند هم؟ 24 4400 سد و طریق منطقه زنجیر. این هم جاده ماهشهر، سربندر پیش زنجیر رو جاده رو آتیش زدن، تمام ماشینا رو هم تو جاده نگه داشتن. زنده باد زنجیر، زنده باد زنجیر. این هم پل زنجیر، زنده باد. خب جاده رو بستن که به نظر من کار بسیار درستی هست برای اعتراض. مردم این منطقه، یعنی هم ماهشهر هم اهواز هم آبادان خرمشهر، اینا اکثرا آب ندارن، در صورتی که استان خوزستان یکی از پر آبترین استانهای ایران، یعنی پر آبترین رودخانه های ایران در استان خوزستان جاریه. در اون موقع این مردم استان خوزستان آب ندارن، بعد اون موقع مردم امارات متحده عربی، کویت، قطر، اونا آب دارن، در صورتی که اونجا نه کوهی هست نه چشمه ای هست، آب شیرین کن گذاشتن کنار دریا، آب و شیرین میکنن میدن به مردمشون. اون شهرهایی به اون بزرگی رو گذاشتن که حالا میبینیم در ادامه یه مقایسه ای میکنیم وضعیت مردم اهالی این طرف خلیج فارس، این طرف جمهوری اسلامی و اون طرف خلیج فارس که یه حکومت آزاد دارن، یه حکومت مردمی دارن، لااقل حکومتی که به فکر مردمشونه. ببینید چه فرقی میکنه، در صورتی که ایران بسیار ثروتمندتر از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از همه نظر. ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم راجع به شکلگیری اعتراضات در اهواز هست. Yeah.
على صنعفولات قطعوها. عاشوا الزلم عاشوا. قرود ممنوع. هاي سعر كيلو واجبة. عاشوا عاشوا اولاد الغلعة. خله خله. خب این ویدیو رو هم با هم دیدیم، شعارها به زبان عربیه. من پرسیدم از دوستانی که عربی بلدن و گفتن که معنی این شعارها یکیش این هستش که تشنه ایم آبمون کجاست، و یکی دیگه این هستش که اهواز ما با خونمون در کنار تو هستیم. بیشتر این شعارهای عربی که میدن تو این دوتا مضمون اکثرن. و بریم به سراغ ویدیوی بعدی که اینم راجع به جمعیت خیلی زیادی که در اهواز اومدن بیرون. تقریبا از بعد از ظهر شروع شده این تظاهرات، تظاهرات دیروز الان هم در جریان. این بر اساس منابع محلی که به ما خبر دادن الان هم قرار بوده که امشب هم تظاهرات گسترده‌ای برگزار بشه و تمام جاده های مهم شهرها بسته بشه، جاده های ورودی خروجی مهم شهرها بسته بشه. حالا این فیلم هم با هم ببینیم. حاليا حميديه، حاليا حياهم حياهم. این هم فیلم تظاهرات مربوط به محله حمیدیه اهواز میشه که با هم دیدیم. و الان واقعا به نظر من تمام این اهالی خوزستان که دارن اومدن تو خیابون و دارن به جمهوری اسلامی اعتراض میکنن نیاز به حمایت همه مردم ایران دارن. همه ما داریم زجر میکشیم از جمهوری اسلامی، همه شما دارین زجر میکشین از جمهوری اسلامی، خصوصا شمایی که در داخل ایران زندگی میکنین با اون شرایط سخت جمهوری اسلامی. اینی که میگم ما زجر میکشیم، ما هم در وطنمون نیستیم، ما هم دوست داریم تو کشور خودمون زندگی بکنیم و هر کاری که انجام میدیم تو کشور خودمون انجام بدیم. مطمئن باشین که وضع همه ما بهتر میشه بدون جمهوری اسلامی. بدون جمهوری اسلامی همه ما راحت تر زندگی میکنیم، از هر نظر اوضاع زندگیمون بهتر میشه، مگر اون کسایی که در کنار جمهوری اسلامی مشغول دزدی هستن، فقط اونا وضعشون خراب میشه. فیلم بعدی مربوط میشه به فرار نیروی انتظامی یا عقب نشینی نیروی انتظامی که حالا تعابیر مختلف داره. با هم اول ببینیم که سبک تظاهرات رو ببینیم که چجوری تظاهرات میکنن و چطور نیروی انتظامی رو یا نیروی گارد ضد شورش رو وادار به عقب نشینی میکنن. بله تقریبا
بیشتر ویدیوهایی که از دیشب اومد بیرون من سعی کردم همه رو من بچسبونم، حالا با توجه به سوژه های مختلفش که با هم بپرزیم. دیدیم که مردم، البته جمعیت نیروی گارد ضد شورش هم کمتر بود، ولی به هر حال دیدیم که عقب نشینی کردن. واقعا دلیلی هم نداره که گارد ضد شورش بیان این مردمو که برای آب، برای برق اومدن بیرون سرکوبشون کنن. این جمهوری اسلامیه که آب این مردم رو دزدیده، برق این مردم رو دزدیده، آسایش و رفاهشون رو دزدیده. و میبینیم که این پولای دزدی داره کجاها میره. این پولای دزدی داره خرج همین انگلزاده هاشون میشه دیگه. الان فیلم ها این ساشا سوپانی و اینا که اومد بیرون دیگه دیدین که چه کارایی میکنن باش. واقعا آدم یاده میخونیم تو تاریخ میگفتن که فلان مثلا شاه یا فلان سلطان که ستمگر بوده یا فلان حاکمی که ستمگر بوده فسق و فجور میکرده، فساد میکرده و بعدم حکومتش از بین رفته. خب الان دقیقا همون کارا رو در یه اندازه خیلی بزرگتر جمهوری اسلامی و عواملش دارن انجام میدن که دیگه فیلماش هم داره میاد بیرون دیگه. فیلمای این بچهای انگلزاده ها از اون مراسم لهو و لعبشون داره میاد بیرون، از بیبندوباری اخلاقیشون در حقیقت داره میاد بیرون فیلمهاش. و میبینیم که این پولا داره خرجش یه چیزایی میشه. از یه طرف هم همین پولها، پولای همین مردم داره خرج سلاح فرستادن به یمن میشه، خرج سلاح فرستادن به لبنان میشه. حزب الله لبنان که خودش یه گروه تروریستی بزرگ دیگه است، اونو دارن تغذیه میکنن و همه جای این منطقه آتش پراکنی یا به زبان دیگه دشمن تراشی برای مردم ایران میکنن. یعنی هم از حق مردم ایران میزنن، هم براشون دشمن درست میکنن و ملت های منطقه رو دشمن ایران و ایرانی ها میکنن. این واقعا نهایت ظلمه که باید جلوش ایستاد. پس این مردمی که اومدن بیرون دارن اعتراض میکنن به اینکه چرا ما برق نداریم، چرا آب نداریم، نباید سرکوب بشن. یعنی نیروهای ضد شورش به هر حال اونا هم ایرانی هستن، اونا هم دارن این درد این مردم رو میبینن، بعد یه خورده وجدان داشته باشن و بفهمن که درد این مردم چیه، احساس همدردی کنن باشون که خیلیشون هم میکنن. و طبق همون توصیه هایی که جناب سروانم داشت، سروان کرمی زندم داشت تو برنامه که ما هم داشتیم، باید مردم برن به سراغ مراکز سیاسی مثل فرمانداری ها، مثل استانداری ها. اونجا هاست که دارن نقشه سرکوب مردم میکشن و اون مناطق رو بعد تسخیر کنن. اینطوری اون شهرها سقوط میکنه. تأثیر روانیش خیلی زیاده و مطمئن باشین که ما موفق میشیم. اگر نقشه راه رو درست بریم موفق میشیم. این هم مال این تظاهرات بود، عقب نشینی نیروهای انتظامی بود که دیدیم با هم. و این فیلمی که الان میبینین مربوط میشه به سوسنگر، یعنی به نام سوسنگر اومده بیرون. چند تا فیلم هست از سوسنگر که اینا رو هم با هم دیگه میبینیم. من نصف فیلم رو قطع کردم. من یه توضیح بدم که دوستانی که در اینستاگرام دارن این فیلم ها رو، یعنی دارن این ویدیو رو میبینن، این لایو رو میبینن، خب ویدیوهایی که من پخش میکنم رو نمیتونن ببینن. این ویدیو ها توی یوتیوب داره پخش میشه. من بعداً همین ویدیو رو از یوتیوب دانلود میکنم و دو مرتبه توی اینستاگرام پخش میکنم. تا دوتا لایو قبلی هم همین کاری کردم. بنابراین نگران این نباشین که اگه الان ویدیوها رو نمیبینین. البته این ویدیو اکثرا در همین فضای اینستاگرام توی کانال های مختلف داره پخش میشه و میچرخه، دست به دست میشه. احتمالا خیلی زیاد دیدین خودتون این ویدیوها رو اکثرا. و اینو بیشتر برای دوستان یوتیوبی پخش میکنم. تصویر بعدی که با هم میبینیم مربوط میشه به شعارهایی که میدن. همون بهتون گفتم اون شعار تشنه ایم آب نداریم و شعار اهواز ما با تو هستیم یا با جان و خونمون با تو هستیم، اینجوری برای من ترجمه کردم. ببینیم این را. موسیقی
خب اینم هم همون شعارهی بود که بهتون گفتم. شعار دومی راجع به اهواز بود، راجع به این که با خون و جونمون از اهواز با اهواز هستیم. و شعار اولی هم راجع به این بود که تشنه ایم و آب ندهیم، که اون شعارها خیلی بیشتر میدادن جای مختلف. هموطنانمون هستن، زبونشون رو نمیفهمیم چون جمهوری اسلامی نذاشته که ما با همدیگه رابطه خوبی داشت، یعنی بفهمیم حرف همدیگه رو. ما همه عضو یک کشور هستیم، درون یک کشور هستیم و در قالب همین یک کشور، در قالب این تمامیت ارضی ایران، در قالب همین یک پارچگیه که میتونیم خیلی پیشرفت بکنیم. فقط بعد از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. میخوام اینو بگم، حساسیت های قومی رو بذارین کنار کاملا. میدونم اکثرا درگیر این چیزا نیستین، ولی خود جمهوری اسلامی سعی میکنه مردم رو درگیر این حرفا بکنه برای اینکه از اصل موضوع دور بکنه. اصل موضوع نابودی جمهوری اسلامیه یا نابودی ایران به دست جمهوری اسلامیه، و تنها راه نجات ایران نابودی جمهوری اسلامیه. خطرناکترین دشمن ایران جمهوری اسلامیه. هر کسی که داره اینو برای شما توجیه میکنه، یه جوری دلیل و دلیلای آبکی میاره، منطق یعنی بی منطق دلیل میاره و سعی میکنه نظر شما رو عوض بکنه، بدون اینکه در دزدی‌های جمهوری اسلامی شریکه، نفع مالی میبره. بریم ببینیم که از کجا پول در میاره، یا واقعا ابلهه که خیلی کمن، اون دسته خیلی کم شدن، اکثرا مردم آگاه شدن، روشن شدن، میدونن که سران این حکومت دارن دزدی میکنن، به همه مردم ایران دارن ظلم میکنن، حتی به اون بسیجی‌ها دارن ظلم میکنن. اتفاقا اون بسیجی‌ها گوشت دم توپن، اونا رو اول از همه قربانی میکنن، اونا رو میبرن سوریه به کشتن میدن، اونا رو میذارن جلوی گوله، اونا رو میبرن میندازن رو مین. جمهوری اسلامی به نزدیکان خودش هم رحم نمیکنه. و برای همین میخوام بگم، یعنی بسیاری از مردم آگاه شدن، روشن شدن، دیدیم که خیلی از بسیجی‌ها کارتاشون رو سوزوندن سال 96، همینجوری ادامه داشته تا الان، ریزش هست خیلی زیاده. و اون یه عده‌ای هم نفع مالی زیاد میبرن از جمهوری اسلامی. همین دلالایی که همیشه سر هر چیزی که میشه میگن دلال‌ها نمیذارن، دلال‌ها نمیذارن، این دلال‌ها همون آدمای حکومتن، چماقدارای حکومتن. اینا به شغل دلالی مشغولن چون مفخورن دیگه، چون خودشون که نمیتونن برن کار کنن پول در بیارن، دارن مفخوری میکنن و به ازای مفخوری از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنن، از این همه دزدی‌ها دفاع میکنن، چششون روی این همه ظلم و غارتی که به مردم ایران میشه میبندن. اینا رو من در راستای وظیفه خبرنگاری دارم بهتون میگم، این بخشی از کار خبرنگاریه، فعالیت مدنی نیست اصلا. واقعا شاید همه نمیدونن اینو که جمهوری اسلامی داره از ما دزدی میکنه. من فکر کنم البته همه دیگه الان میدونن، چون خیلی ها تو خود کامنت ها برای من مینویسن که آقا ما دیگه این چیزها رو فهمیدیم. لطفاً به اون کسایی که هنوز این چیزها رو نمیدونن اطلاع بدین، شمایی که فهمیدین. ما باید هر روز بیشتر بشیم و مشارکت در این اعتراض ها و این اعتصاب ها باید بیشتر بشه تا بتونیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. میتونیم این کارو بکنیم، اگر باور بکنیم حتما میتونیم. بگین هر روز صبح که از خواب بلند میشین اینو با خودتون تکرار بکنین، ما میتونیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. امید داشته باشین، امیدو در دلتون و در دل دیگران زنده بکنین، چون جمهوری اسلامی کاری که کرده اینه که مردمو ناامید کرده. برگردیم بریم به سراغ مشکلات مردم خوزستان، ببینیم که مردم خوزستان با چه جور مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. 4 تیر 1400 خرمشهر، وضعیت همه سطلای اشغال اینجوریه. مدتیه که کارگران شهرداری شهر خرمشهر هم اعتراض کردن و اعتصاب کردن در حقیقت، و برای همین تمام شهر رو پر از زباله برداشته. دلیل اعتصاب کم بودن حقوق و عقب افتادن حقوق کارگران
شهرداری، کارگرانی که زباله جمع میکنن رو هم میخورن. یه همچین موجوداتی هستن جمهوری اسلامی. خب بریم به سراغ مشکلات دیگه. یه مقدار عکس هست، من میخوام بهتون نشون بدم این عکس ها رو. این عکس ها مربوط میشه به سال 2014. الان هم فکر نکنین که مثلا اوضاع بهتر از اینه. این یکی از محله های اهوازه. ببینین شکل این محله ها رو، ببینین مردم دارن توی چه محله هایی، چه شهری دارن زندگی میکنن. این نتیجه 40 سال تداوم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی این بلا رو به سر ثروتمندترین استان ما آورده، استان خوزستان. اینم مرکز استان خوزستان، این محله های شهر اهوازه، یکی از محله های شهر اهوازه. ببینین خودتون نگاه بکنین، این بچه ها واقعا قربانی چی هستن؟ چرا این بچه ها باید توی این شرایط بزرگ بشن؟ این سال 2014 است این عکس، احتمالا الان این بچه ها توی همین تظاهرات ها هستن. عکس های دیگه ای از حالا جالبه که همینه که مردم رو به این روز انداختن، میرن به مردم کمک بکنن. مثلا از این ریاکاری این جمهوری اسلامی هر چی بگم کم گفتم، که مثلا خود همینه که از مردم دزدی کردن، حالا مثلا میخوان به مردم کمک بکنن. نگاه کنین این عکس ها رو که واقعا خجالت آوره که مردم یک کشوری که رو گنج خوابیده تو این شرایط زندگی بکنن، بعد یک کیسه غذا ببرن بهشون بدن، عکسم بگیرن با دوربین و فیلم بردار و عکاس برن این کمک ها رو اینجوری تو این وانته ببرن پخش بکنن بین مردمی که تو اون فقر دارن زندگی میکنن. چرا فقیرن؟ به خاطر اینکه کار ندارن، به خاطر اینکه شرایط زندگی سخته، به خاطر اینکه درآمدها پایینه. برای اینه که مردم فقیرن، نه برای اینکه تنبلن نمیخوان کار بکنن، نه، به خاطر اینکه کار نیست، اعتیاد هست و درآمدها بسیار پایینه. یعنی اگر یه کسی همون درآمد چنرغازش هم قطع بشه به خاک سیاه میشینه و هیچ نهاد حمایتی نیست که بره این بچه‌ها رو از این شرایط نجات بده، حداقل یه خونه زندگی، یه شرایطی به وجود بیاره که بچه‌ها تو این شرایط زندگی نکنن. ببینین آخه اصلا شکل این خونه رو ببینین، باور کنین توی محله‌های فقیر آفریقا هم اینجوری مردم زندگی نمی‌کنن. این بلاییه که جمهوری اسلامی به سر مردم ایران آورده. هر چقدر محجوب‌تر، با غیرت‌تر، صدمه بیشتری می‌بینن. ببینین این مردم تو چه شرایطی، تو چه مناطقی دارن زندگی می‌کنن. این عکس هم مربوط میشه به فکر کنم به سال 2016-2017. من ببخشید چون به تاریخ میلادی این آرشیو درست کردم، برنگردونم این تاریخاشو به تاریخ خودمون. و یه سری عکس دیگه هم هست راجع به یه رزمنده‌ای که در خوزستان با عراقی‌ها جنگیده. ببینید این رزمنده زیر جمهوری اسلامی در چه شرایطی زندگی میکنه. واقعا خجالت آوره برای جمهوری اسلامی. این حال و روز اون رزمنده‌ایه که توی این دخمه داره زندگی میکنه، توی این دخمه‌ای که میبینین، این شرایط زندگیشه، این محل درآمدشه، گاز پر میکنه. این هم اون دخمه‌ای که داره توش زندگی میکنه، این هم خودشه. این عکس هم مربوط به 2014 است. این هم زمانیه که رزمنده بوده. این عکس های همون رزمنده است که میبینین که رزمنده جبهه بوده. خبرگزاری ایسنام رفته عکس گرفته. این عکس ها مربوط به سال 2014 است. نمیدونم مثلا هنوز ایشون زنده هست یا از دنیا رفتن، امیدوارم زنده باشن هنوز. حالا ببینیم یه سری عکس دیگه با هم ببینیم. این عکس هم جالبن تا متوجه فرق جمهوری اسلامی با یه حکومتی که دلش برای مردمش میسوزه متوجه بشیم. این شهر دبی هست. ببینین که چه شهری ساختن. یکی از زیباترین شهرهای جهانه.
همینقدر منابع دارن، کمتر از ما منابع دارن. خاکشون هم میبینین چقدر سبزه، خاکشون هم به درد کشاورزی نمیخوره. اون خاک هرچی درخت میبینین توی دبی و بحرین، و حالا بحرین چرا خاکش بد نیست، ولی اون قطر و اون کشور رو میبینین، کویت و اینا میبینین، خاکشو دارن از ایران میدوزن میبرن، یعنی جمهوری اسلامی میدوزه و میفروشه به اون کشورها. این هم خیابونای اوناست، این عکس ها مربوط میشه به خیابونهای اونها. ببینین این تفاوت رو، ببینین که از کجا به کجاست. این هم شهر دوحه هست که چند وقتی که جام جهانی هم توش میخوان برگزار بکنن، و اونم خیابونای اهوازه. بذاریم ببینیم. اینم یکی از محله های اهوازه. ببینیم وضع مردم. این مال سال 2020، این یعنی مال پارسال. این عکس ها ببینیم مردم در چه شرایط سختی دارن زندگی میکنن. اینجوری باید آبرسانی بشه. این بچه هم دارن توی این شرایط زندگی میکنن. واقعا اسفناکه اصلا، یعنی شرایط زندگی مردم بازم خیلی محجوبن که تا حالا صداشون در نیومده. و زودتر از اینا صداشون در میومد، از زودتر از اینا انقلاب میکردن بر علیه جمهوری اسلامی. خب این چه شرایطیه دیگه؟ الان کی تو دنیا داره اینجوری زندگی میکنه آخه؟ این هم شرایط زندگی همون محله هایی که الان اومدن تو خیابون دارن اعتراض میکنن، دارن تو این شرایط زندگی میکنن هموطنانمون در خوزستان، در ثروتمندترین استان ایران. از همه نظر ثروتمند، هم حاصل خیزترین خاک ایران رو داره. خب دوستان، عذر میخوام از این که این مشکل پیش اومد. داشتم همون عکسای اهواز رو بهتون نشون میدادم. حالا برگردیم به یه سری از ویدیوهایی که براتون آماده کردم راجع به ادامه همین اعتراضات هست در منطقه خوزستان. این ویدیو رو هم با هم ببینیم. این ویدیو امروز ظهر منتشر شد، نمیدونم مال امروز یا مال دیروزه، فکر میکنم مال همین امروز باشه. ببینیم این ویدیو رو هم با هم. خب اینم مربوط میشد به همین امروز، اینجوری که توی خبرها، یعنی جایی که منتشر کرده بودن این ویدیو رو، ویدیو امروز تایتل زده بودن. میریم به سراغ هورالعظیم در استان خوزستان، که یکی از دلایل، یعنی یکی از دلایل اصلی این اعتراضات مردم، بیابی و رسیدگی غلط به مسئله بیابیه. این فیلمی که الان با هم میبینیم مربوط میشه به تلف شدن گاومیشایی که در هورالعظیم اصلا میبینید توی اون آب و توی اون نیزارا زندگی میکردن، و الان اون نیزارا خوش شده کاملا. و حالا مقایسه، فیلم مقایسه ایش با عراق رو هم میبینیم در ادامه. اول این فیلم رو ببینیم با هم. السلام علیکم. جا
جاموسة تسوالها 250 مليون جاية شاربة من هاي الماي الخيس وطاقة وميتة. خب واقعا ناراحت کننده است این فیلم ها و متاسفانه این بلایی که داره به سر مردم میاد در این منطقه. اینم فیلم مقایسه هورالعظیم در عراق، عراقی که در جنگ، عراقی که آمریکا اشغالش کرد و در جنگ خود جمهوری اسلامی هم یه جوری دیگه اشغالش کرده و دائم اونجا جنگ و خونریزی دائم داره، دزدی میشه، فساد میشه، همه جور اتفاقی داره توش میفته، حداقل طبیعتشو داره بهش میرسه. یعنی با این همه مشکلاتی که داره، هم اقتصادش با ثبات‌تر از جمهوری اسلامی، یعنی از 10 سال پیش تا حالا پول عراق، دینار عراق نسبت به دلار 20% 30-40% ارزشش کم شده، در صورتی که دلار در 10 سال پیش تو ایران 1000 تومان بود، الان 25000 تومانه، نمیدونم 2500% میشه. ببینیم این فیلمو هم. دیدین دیگه فرق عراق و جمهوری اسلامی، یعنی فرق جمهوری اسلامی با یه حکومت بی ثبات، تازه یه حکومتی که تو جنگ مین گذاری میشه، بمب کنار جاده ای میذارن، نمیدونم قبایل مختلف با هم میجنگن، اصلا 1000 تا داستان داره که همش هم زیر سر خود جمهوری اسلامی، داعش توش ظهور میکنه، همه اینا هم زیر سر جمهوری اسلامیه، ولی اونا حداقل این هورالعظیمشون رو ببینید چجوری نگه داشتن و جمهوری اسلامی چجوری نگه داشتن. و یکی از هموطنان خوزستانیمون در اعتراض به این بلایی که سر هورالعظیم آوردن یه کار جالبی کرده که با هم ببینیم. سپاس امین، امین نیامی، امین جان ممنون از لطفت. دیدیم دیگه چه اتفاقی افتاد، گاب میشه برداشت برد توی فرمانداری یا نمیدونم شهرداری بود کجا بود و شاید اینجوری مسئولین واقعا یه تکونی به خودشون بدن، حداقل به بالا دستیشون بگن آقا این چه وضعیه درست کردی. این فیلم هم امروز منتشر شد، این فیلمی که الان بهتون نشون میدم که یه تانکر آبه که وسط اون گاب میشه رفته و ببینین که چطور گاب میشه از تشنگی دور این تانکر آب جمع شدن. اینم از این فیلم که دیدیم که واقعا یه فاجعه است. نمیدونم چقدر چند تا گاو میشه حالا مردن اونجا و تلف شدن از بیابینه، ضرره دیگه، ضرره که به اون مردمی که تو اون شرایط سخت دارن زندگی میکنن، تو اون خونه ها دارن زندگی میکنن، انقدر وضعشون خرابه، تازه سرمایه زندگیشون هم بعد اینجوری از دست بدن. یعنی اون مأموری که میاد این آدم ها رو سرکوب بکنه واقعا یه خورده باید به خودش قبلش فکر بکنه، به جای اینکه اسلحه‌شو بگیره طرف این مردم، بعد اسلحه‌شو برگردونه طرف اون کسانی که این بلا رو دارن سر مردم میارن. فیلم بعدی از استان سیستان بلوچستان، از شهر سراوان که حدود 2-3 ماه پیش هم
شلوغ شد حسابی، به خاطر اینکه سوخبرها رو کشته بودن و مردم اونجا قیام کردن و قیامشون سرکوب شد. از اون شهر هم یه ویدیویی اومده، یعنی ویدیوهای زیادی اومده، حالا من یکیشو براتون انتخاب کردم که پخش بکنیم، درد دل یه هموطن سراوانی مونه. اینم با هم ببینیم. بنده عبدالناصر سپاهی هستم از شهرستان سراوان، روستا جادآور، جلوی اداره فاضلاب شهرستان سراوان. هیچ وزشه گندشه در آوردی. شما چه مسئولین هستی تو شهر؟ شما چیکار میکنی جناب فرماندار، جناب مسئول اداره آب، جناب جنگزی؟ شما کی هستی تو این شهر؟ بخودی باز زندگی منه، این واسه هم زندگی من تو دست منه. اومده جلوی اداره آب، یه قطر آب تو خونم ندارم. به جان بچه تو من رحم کنید. هیچ وزشه به قرآن حالا میر شیر داره باز میکنم مثل هفت شهر میده اکتره. هیچ باز زندگیه. خب واقعا مردم دارن درد میکشن دیگه. این برای همینه که میگم همه مردم باید بیان توی این اعتراضات شرکت بکنن، چون همه دارن درد میکشن، همه دارن زجر میکشن، هیچ کس راضی نیست از جمهوری اسلامی. حالا میرسیم به یه سری ویدیوهایی که در حمایت از اعتصابات سراسری همینجوری تو این روزا از این ویدیوها میاد بیرون. خیلی خیلی مهمه اعتصابات سراسری. این ویدیوها رو هم با هم ببینیم که این ویدیوهایی که براتون میذارم مال دیروزه 24 تیر ماه. بله، در مسجد سلیمان که یکی از اولین جاییه که نفت توش پیدا شد توی ایران. تاریخ نفت ایران مربوط میشه به این، یعنی از این شهر شروع میشه اصلا. و دیدیم که اونجا هم کارگرها وضع بدی دارن دیگه. مقایسه بکنین با این کشورهای اطراف خودمون، میگم راه دورم نمیخواد بریم، مثلا توی آمریکا یه کارگری که داره توی صنایع نفتی کار میکنه دیگه حداقل حقوقش 5-6000 دلار در ماهه. من شنیدم توی امارات هم همین حدوده حقوق کارگران. کارگرا، نه مهندسا، نه مثلا آدمایی که یه تخصص خیلی خاص دارن، دانشگاه رفتن، تجربه خیلی بالا دارن، نه، کارگر ساده دیگه کمتر از 4-5000 دلار در ماه نیست حقوقشون. و سودم میکنن، همون کمپانیا جزء پولسازترین و سوددهترین کمپانی ها هستن. پس چی میشه؟ این پولا دزدیده میشه، از جیب کارگرها داره دزدیده میشه. برای همین بعد سطح مطالباتشون رو ببرن بالا و به این اعتصابشون ادامه بدن. یکی دیگه از همین ویدیوهای حمایتی با هم ببینیم. اعتصاب کارگران پیمانی شرکت جهان پارس، نیروهای بومی شهرستان مهران و ملکشاهی. خب خوشبختانه دوستانی که ویدیو تهیه میکنن میگن که این مربوط به کجاست و کدوم شهره یا کدوم منطقه است. زمانش رو البته تو این ویدیو نگفتن. این ویدیو دیروز اومد بیرون 24 تیر ماه و این ویدیویی که الان براتون میذارم مربوط میشه به 25 تیر ماه. آخرین ویدیوی حمایتی هستش که تا حالا بیرون اومده، در فضای مجازی منتشر شده. اینم با هم ببینیم. به نام خداوند جان و خرد،
که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همه شیر مردان صنعتگر ایران زمین، بیویژه دلاوران قوم بختیاری. امروز 25 تیر ماه 1400 ما صنعتگران ایل زراسوند در گود چغاخور، سرزمین فرماندهی و تاریخی و ایلیاتی بختیاری، در جوار سنگر آعلیداد زراسوند گرد هم آمده ایم تا اعلام کنیم به همه برادران صنعتگرمان که صدایشان را از هر شهر و دیاری شنیده ایم و تا به پیروزی رسیدن کمپین 20 در کنار و دوشادوش شما عزیزان خواهیم ماند. امید پیروزی و سربلندی صنعتگران ایران زمین. بله، با امید پیروزی این کارگران تا بتونن حقشون رو از جمهوری اسلامی بگیرن. و آخرین ویدیویی که براتون آماده کردم، آخرین ویدیویی که از خوزستان اومده بیرون، این ویدیو امروز اومده بیرون و به نام بسته شدن جاده اهواز به ماهشهر دو مرتبه. این ویدیو رو هم با هم ببینیم و بعد هم دیگه خدافظی کنیم. حی الله رجال مینا، آی رجال مینا، رجال مینا قطع الجاده، هاي رجال المينا، وهاي هي قبوا بيهم، قبوا بيهم، هاي رجال المينا، وهاي رجال المينا، هاي السياره هتقطعها. اینی که تو تظاهراتشون یه ریتمی دارن، یه رقصی دارن، به نظر من خیلی خوبه. یعنی اگه دوستانی که تو شهرهای دیگه هم، اصفهان، تهران، شیراز میان بیرون، همین ریتم و رقص رو داشته باشن، مطمئن باشین که خیلی مهیج‌تر خواهد، یعنی خیلی تحریک کننده تر خواهد بود، افراد بیشتری بهتون میپیوندن و اثرگذارتره و انرژی بیشتری تولید میکنه، انرژی جمع و جو و میبره بالا. این یه تکنیک خیلی خوبیه که میتونیم همه ازش یاد بگیریم. تمام کسانی که در شهرهای دیگه هستن از این تکنیک استفاده بکنید، مطمئن باشین کارسازه و دیدین که چطور هم تونستن نیروهای سرکوب رو عقب ببرن و به نوعی متقاعدشون بکنن که نباید باشون درگیر بشن. هرچند که دیشب تیراندازی هم شد به طرف مردم، در صورتی که دیدین که تو این تظاهرات بچه‌های کوچیک هم بودن و میگم واقعا دیگه نهایت نامردی و بی‌شرفیه که بخوام به این مردم درد کشیده و رنج کشیده تیر بزنن یا اعتراضاتشون رو سرکوب بکنن. تقریبا همه مطالبی که براتون آماده کردم و نشون دادم. یه مشکل تکنیکی پیش اومد، عذر میخوام ازتون از اون مشکلی که پیش اومد وسط برنامه و ویدیوی ادیت شده این برنامه رو من توی آی جی تی وی اینستاگرام هم منتشر خواهم کرد که دیگه همه کلیپ ها هم همه ببینن دیگه. تا دیداری بعد، بدرود.